سلام، اینجا پیشگوشه. میخوایم آهنگایی که میان منتشر میشن رو برای اولین بار بشنویم و ببینیم چه حسی بهشون داریم، ریاکشنشون بدیم، ببینیم چه جوریه اون داستانا. آهنگی که الان انتخاب کردیم داغ داغ همین الان از تنور در اومده، خودخواه از محسن یگانه. بعد از فکر کنم یه سال اینطورا، قبلا دو سال یه بار آهنگ میداد، آلبوم میداد، الان آهنگ میداد. اصلا عجیبن غریبا، خیلی کم کار شده، حیفه. خب بدون هیچ مکسی بریم آهنگ خودخواه از محسن یگانه رو بشنویم که بعد از مدت ها دوباره با شاوکفری کار کرده. آخرین کارهایی که با شاوکفری کرده بکنم برمیگرد به آلبوم نفس های بیهدف. شاید جورتش هم کار کرده ولی من اون الان یادمه، یا شاید هم اشتباه میکنم. و یه نکته، این ریاکشن بچه ها، نقد رو من توی پیج اینستاگرام حتما میذارم، ولی ریاکشن یعنی واکنش لحظه ای. دنبال شاخ قول نگردیم، قاتل و بروسلی نگردیم، این صرفا یه ریاکشنه. گوش میدیم ببینیم چی کار کرده برامون. خودخواه محسن یگانه. فقط قبلش سابسکرایب، لایک، کامنت، دمتون گرم. بشنویم. 1 2 3. فضای الکترونیک مانندیه. خودخواه و حریص پی چیزی که نیست، تو مثل همیشه رد میشی و میشه دوباره سکوت، یه راه رو برود، یه جای نفر از من بیخبر. همیشه همینه، نه خدا نبینه، صبورم همیشه اینجوری نمیشه. تو یادت میاد، باید یادت تو دار، میچرخ زمونه، اینجور نمیمونه. حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی باشه، حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدیت هرکی باشه، منتظرت میمونم من، خسته میشی میدونم من. عشق بدیت هرکی باشه، منتظرت میمونم. اینقدر خار و خفیف چرا؟ دارش هم هست همیشه. لایک چه باحال بود، تنظیمش خیلی خفنه. دستای شیره دست محسن یگانه. چی گفتم؟ یه روزی میاد، یه روز که زیاد، ازم دور که شدی، مغرور که شدی، اسمت که بیاد، حرفت که بشه، میگم که نخواست دلم دست بکشه، نشد دست بکشم از یادم سر، که منو از هرچی عشق بد خاطره کرد. ایوه همیشه همینه، نه خدا نبینه، صبورم همیشه اینجوری نمیشه. حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدیت هرکی باشه، منتظرت میمونم من. حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدید هرچی باشه، منتظرت میمونم.
آکوردی هم عوض میکنم. خوشم اومد، اصلا عجیب خوشم اومد، مخصوصا اون گیتار نوازی وسطش عالی. چی میگن؟ اسم آهنگ چی بود؟ بهت قول میدم اونو شوس برد، خیلی قشنگ بود. یعنی این از اون آهنگاست که اجرای زندهش دیدن داره. میشه تا همین کرونا هست من درخواست کنم از آقای یگانه اگه این فیلم به دستشون میرسه یا میبینن، خب یه اجرای زنده برن اینو، دمشون گرم. تو این روزه قرنطینه ما از این اجرای زنده نیاز داریم واقعا. خیلی باحال بود، هم تنظیمش باحال بود، هم ترانش. من یکم مشکل داشتم با اون خار و خفیف بودن. یعنی چی؟ بره دوراشو بزنه برگرده؟ یکم ایتی زایه نیست؟ زایه است دیگه. حالا باز خودتون میدونین هرچی میگن صلاح مملکت خویش خسروان دانن. اگر بره دور برگرده بهش پناه میدی اوکی، اینجور چیزا که سگی کی باشیم با چیزی بگیم. دمتون گم، باحال بود. و اسمش چی بود؟ آها یادم رفت. هم ماهی یعنی جلو من خیلی خوبه. گوشواره نه، کورسش. خب اسم دیگه کورس گوشواره است. خب خیلی ساده و اوکی بود. دیدید من از همون بخواهم سری اول تونستم حدس بزنم چیزاشو. این از یه لحاظ بده که خلاقیت نداشته مثلا توی قافیه و این داستانا، از یه لحاظ خوبه که مثلا شنونده رو همراه هم میکنه. حالا نمیدونم چه جوری شد ولی باحال بود، خوشم اومد. و اینکه دمت گرم آیه یگانه، لطفا بیشتر کار کنید. اگه شما کار کنید خیلی یا کمتر کار میکنن و گوشای ما کمتر آلوده میشن. شما هم ترانه‌سرای خوبی هستین، هم آهنگساز و تنظیم کننده خوبی. تنظیمم کرده چند تا آهنگ فکر کنم، من یادمه. شما یادتون نیست من یادمه چند تا آهنگ تنظیم کرده. آره خوشم اومد، امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه. به نظر شما قرار آلبوم بده. حالا مجاز اومده همه پرکار شدن، آلبوم میده به نظرتون؟ بنویسیم توی کامنت ها. و اینکه آره یه تام شدم بال، من خوشم اومد، خیلی هم خوشم اومد، اصلا حال کردم باشه، انرژی گرفتم. هم ریتمیک بود هم یه اثر هنری خیلی باحال بود، حداقل نوازندگی و بخش تنظیمش. شعرش زیاد چیز خاصی نداشت اما اونم جالب بود در نوع خودش. دمتون گرم که نگاه کردین. سابسکرایب یادتون نره ها، سابسکرایب کن. نگاه کردی تا آخرش باید سابسکرایب کنی، لایک و کامنت هم میکنی، برای دوستات هم میفرستی. فهمیدی یا نه؟ همین که گفتم، تموم شد رفت. خدافظ.